سلام و عرض ادب، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال منحرفان شریف. امروز می‌خوایم مصاحبه های پدر و مادر بابک خرمدین رو با هم بررسی بکنیم، اتفاقاتی که افتاده، حرف های جنجالی که پدر بابک خرمدین میزنه. لطفاً روی اون دکمه لایک بکوبید و کانال رو سابسکرایب کنید یا همون مشترک شدن دکمه قرمز که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. بریم سراغ مصاحبه و اولین قسمتش رو با هم ببینیم. عراق جنگید و این سبب شد که عراق و مصر از ایران پاک و مقدس بیرون کنید. خب من از 9 سالگی نماز روزم فرد نشد تا زمانی که رادیکال پروتستان دکتومی انجام دادم. 19 سال پیش من مشکل دارم، دوستشون ندارم، اصلا عربا رو دوست ندارم، موزرم داشته باشم خود در آباد از بینیم. خیلی از بزرگان سینما عرب هستن. من تمام دفترش خاطرات را می رسیم، دست یافتم، نام را در چیز من علمه از ها رو می پرستم، دوستشون دارم و هیلو مکتب علی و محمد هستم. به خاطر همین حضرت علی میگه بهترین سرمایه یک انسان فرزند نیکه. منتها فرزندان من به خاطر این که 17 سال زمانی که اینا رفتن دانشگاه بالا سرشون نبود. 17 سال من شبانه روزه بودم، این خانم من با 5 کلاس سواد نمیتونست اونطور که شایسته است جای منو پر کنه، نتونست، توان نداشت که این بچه ها به این صورت مبتلا شد. خب ادامه داره، من الان براتون میذارم تیکه دوم رو. ولی خیلی جالبه بدونید که اکبر خرمدین، یعنی همین آقایی که در تصویر داشت حرف میزد، پدر بابک خرمدین، اسمش اکبره. اکبر خرمدین راجع به کشتن دامادش اینجوری گفته که دامادم خواهرزاده ام بود، که خیلی جالبه که خواهرزاده خودش رو هم کشته. داماد و دخترش رو به خونه دعوت میکنه، اون شب غذا زرشک پلو با مرغ بوده و میگه که دخترم 80 قرص خواب‌آور قبل تهیه کرده بود که همه رو داخل غذای شوهرش ریخت. 80 تا قرص خواب‌آور خیلیه ها. وقتی فرامرز غذاش رو خورد، اسمش فرامرز بوده دامادشون، بیهوش شد. بعد من اون رو کشتم و 3 نفری جسد رو به حمام خونه بردیم. حدود 7 سال از اون قتل فرامرز گذشته بود که تصمیم گرفتیم آرزو رو هم پیش او بفرستیم. دیگه تصمیممون رو گرفته بودیم. دخترم خیلی کله پاچه دوست داشت. یادم میاد که یه روز صبح براش کله پاچه گرفتم و بیدار کردم تا بخوره. مادرش از قبل تعداد زیادی قرص در صبحونه او ریخته بود و آرزو چند دقیقه بعد از خوردن کله پاچه بیهوش شد. اون روز هم خودم اون رو با چاقو کشتم و با همسرم جنازه‌ش رو به حموم بردیم. چند ساعت بعد تکه های جسد رو داخل چند کیسه انداختیم و آخر شب در سطل زباله های اطراف شهرک اکباتان انداختیم و به همه گفتیم که آرزو به ترکیه رفته. خانواده هم زیاد پیگیر ماجرا نشدن. شما بابت هر قتلی که بود ناراحت نمی‌شدی؟ بگی مثلا اصلا ناراحت نیست. اون خیلی من دستش اذیت کشیدم، دستش بعد اصلا ناراحت نیستم. خودم مادر راضی که بچه‌ش هم سوال همه همینه که چرا مثلا چجوری شد که مادر راضی شده؟ راضی شد، خب راضی شد، اصلا ناراحت نیستم. اگه برگرده به قبل بازم شما همین کار میکنید؟ بله. نه اگه خوب باشه، نه اگه خوب باشم، مهربون باشم، خوب باشم، با من خوب باشم، اصلا باقید من دیگه نمیزم، رو هم نمیشه بگم چی کار میکرد با من. رابطتون با شوهرتون خوبه؟ شما مشکلی ندارید؟ نه با شوهرم خیلی هم خوبه، خیلی خوبه شوهرم با من، یا منو بگیره بزنه یا خوشهای بد بده. نه این اول پیشنهاد کی میداد پیشنهاد قتل رو؟ دوتایی با هم خیلی چی؟ اولین نفری که مثلا میگو خب مثلا به جایی رسیده که دیگه بعد به قتل برسونیم کی بود؟ آره
شوهرم رو منم گفتم باش، یعنی قبول کردی با هم شد. فکر نمی کردی یه وقت لو بره؟ بله؟ فکر نمی کردی یه وقت لو بره؟ لو بریم، نه اصلا گفتیم صبح گفتیم بریم پولی کاسکا بگیم بگیم بابک رو کشتیم، بریم بگیم بگیم بابک رو کشتیم. شوهرم طوری گفت. خب چرا نگفتی؟ و قبلی ها رو چرا نگفتی؟ میخواستیم بیاییم دیگه، میخواستیم بیاییم که معمولا اومدن دیگه. نه خب قبلی ها رو چرا نگفتی؟ قبلی ها رو دیگه، قبلی ها رو دیگه نگفتیم دیگه. حالا یه نکته دیگه هم که مطرح اینه که مثلا بابکشون در جریان بود، ممکن بود بره پلیس بگه، اینجوری شده. نه بابک با براش اصلا مهم نبود. خب نمیگفت خواهر من کجاست؟ براش مهم نبود. اصلا نپرسید اینا؟ نپرس. چرا فهمیده بود؟ گفت نه به آرزو نه زنگ میزنه نه خبری از هرده نکنه به بلای سر آرزو اومده سر کشته شده اینا اونا رو میگو دیگه هیچی دیگه براش مسئله نبود. اما روایت خواهر بابک خرم‌دین هم از وضعیت والدینش جالبه. آزیتا و افشین، خواهر برادر بابک که هنوز در قید حیات هستند، در دادسرای جنایی تهران حضور پیدا کردند و در مورد اتفاقاتی که پیش اومده گفتن که پدر و مادرمون و بابک در داخل خونه رابطه خوبی با هم نداشتن و اونا همیشه با هم درگیری داشتن. پدر بابک خرم‌دین پس از دستگیری و اعتراف به قتل اعضای خانواده‌اش گفته اگر آزاد بشم آزیتا رو هم میکشم به خاطر بدرفتاری‌هاش با نوام. حالا آزیتا هم جونش در خطره، ولی من فکر میکنم البته دیگه هیچ وقت آزاد نشن ایشون، به دلیل اینکه اصلا محاله فکر میکنم اصلا ایشون آزاد بشن. هیچ کدومش از آن گرزن نمیدن. خب این کابوسش که سراغتون نمیمن. کابوسش؟ به چرا مثلا این آن سن لحظه خوشی داشت؟ نه نمیمن، چرا؟ شما من احساس بودم. بلن این کسان این پشته بودن که موزه و فساد اخلاقی بالایی داشت. دخترم التماس میکرد بابا امشب هم نیا. دوستم اینجا خب خیلی ممنون که با ما همراه بودید. لطفاً اگه هنوز توی کانال عضو نشدید همین الان روی لوگوی کانال کلیک بکنید، همون لوگوی زرد رنگی که مشاهده میکنید کلیک بکنید میتونید عضو کانال بشید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. دو تا ویدیو دیگه هم براتون میذارم، هر کدومو دوست داشتید تماشا کنید. مواظب خودتون باشید. عاشقتونم. خداحافظ.